با نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک ابو مسلم شیرزاد، پرچم طالبان دیروز در تهران و امروز در استانبول. این در حال است واکنش حکومت به نوارهای تصویری هواداران طالبان در ایران و ترکیه. به نقل از تلو نیوز، حکومت افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می خواهد که مانع این گونه فعالیت‌های طالبان در کشورشان شوند. حکومت افغانستان در واکنش به پخش چند نوار تصویری هواداران طالبان در ایران و ترکیه که پرچم گروه طالبان را با خود داشتند، از این کشورها می خواهد که اجازه فعالیت‌های تبلیغاتی را به طالبان ندهند. سخنگوی وزارت امور خارجه از این کشورها می خواهد تا جلو حرکت هایی را که به گفته کابل روند صلح را صدمه می زند بگیرد. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت روند صلح که دولت افغانستان و مردم افغانستان از او حمایت می کند، او را در عمل نیز حمایت کنند و از تحرکاتی که می تواند این روند را صدمه برساند و این تحرکات در کشورهای آنها سازماندهی می شود جلوگیری کنند. اما شمار از سیاستگران کشور اجازه یافتند فعالیت‌های تبلیغاتی طالبان و هوادارانشان را در کشورهای یک کار سازمانی یافته و مداخله این کشورها در امور افغانستان می دانند. در حالی که انتظار می رود در روزهای آینده گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، تصویرهایی از بلند شدن پرچم سفید طالبان از سوی هواداران این گروه در پارک ملت ایران در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته است. عبدالستار حسینی مجلس نمایندگان گفت این مداخله سریع کشور ایران است که ما بارها گفتیم و آنها نمیخواهند که افغانستان هویت داشته باشند. همزمان با این، گروه دیگری از طالبان پرچم این گروه را در مسجد آی صوفیا در استانبول و یک بخش ساحلی دیگر ترکیه برافراشتند. شمار از سیاستگران این حرکت ها را در پشتیبانی از طالبان برنامه ریزی شده می دانند و کشورهایی را که این فرصت را برای هواداران طالبان فراهم ساختند به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم می سازند. طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری گفت هر جنگ حامیان نظامی و تبلیغاتی خود را دارد و این نوع عکس ها برای این گرفته می شوند که احساسات مردم را شعله ور بسازند. در همین حال برخی از رسانه های ایرانی از بازداشت فردی خبر می دهند که گرد همایی هواداران طالبان را در پارک ملت در تهران همگانی ساخته بود. از سوی دیگر سفارت ایران در کابل گرد آمدن هواداران طالبان را در پارک ملت حرکت غیر قانونی از سوی چند شهروند افغانستان می داند و می گوید که این موضوع زیر بررسی است. و همچنان به نقل از تلو نیوز، تلاش حکومت برای ثبت دارایی های اعضای کابینه و شورای ملی. 7 روز از پایان مهلت 3 هفته‌ای کابینه بر ثبت دارایی های اعضای کابینه و شورای ملی می گذرد. اما اداره ثبت و بررسی دارایی ها تا اکنون نتوانسته است نام کسانی را همگانی کند که دارایی هایشان را ثبت نکردند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید کسانی که دارایی هایشان را ثبت نکردند تنخواه و امتیازهایشان قطع خواهد شد. در وبسایت اداره ثبت و بررسی دارایی ها تا عصر روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعاتی درباره ثبت دارایی های مقام ها و کارمندان حکومت در سال جاری مالی دیدن نمی شود. 7 روز از مهلت 3 هفته‌ای کابینه برای ثبت دارایی اعضای کابینه و اعضای شورای ملی می گذرد. اما تا اکنون اداره ثبت و بررسی دارایی ها نتوانسته اطلاعات درباره کسانی پخش کند که دارایی هایشان را ثبت نکردند. اکرم افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت پروسه ثبت دارایی ها در افغانستان غیر مؤثر و نمایشی بوده است، زیرا این پروسه نتیجه های قابل ملاحظه تا حال نداشته است و نتوانسته در جلوگیری از فساد و برگشتاندن دارایی های عامه مؤثر واقع شود.
بر بنیاد قانون اشعه و ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت مکلف هستند تا اطلاعات درباره دارایی هایشان را همگانی سازند. اما اطلاعات درباره شمار محدود از مقام ها وبسایت اداره ثبت و بررسی دارایی ها در 8 سال گذشته پخش شدند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت کاملا این پلان عملی می شود و باید عملی شود. در این اعضای محترم پارلمان است، مقام های عالی رتبه است، کارمندان دولت افغانستان است، همگی مسئولیت دارند که این کار را انجام بدهند. در غیر آن معاش هایشان قطع می شود، امتیاز هایشان قطع می شود و کسانی که ثبت دارایی نکردند فهرست آنان اعلام می شود. نمایندگان مردم در مجلس باور دارند که روند ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت یک روند نمایشی است و تا زمانی که حساب های بانکی مقام های حکومت در بیرون زیر نظارت نباشد این روند موثر نخواهد بود. عبدالرؤوف انعامی مجلس نمایندگان گفت متاسفانه در این اواخر می‌بینیم که دارایی های عامه از طریق سیستم سرقت آن صورت می‌گیرد و به خارج انتقال می‌شود. این ثبت دارایی چند نقص داشته است. یکی از آن این که اگر این امر یک امر جدی می بود و سوی حکومت پیگیری جدی می شد باید در اول سال مالی صورت می گرفت. بر بنیاد آمار اداره ثبت و بررسی دارایی ها در سال جاری مالی 22500 مقام و کارمند حکومت مکلف به ثبت دارایی هایشان هستند. که بر بنیاد گفته های سخنگوی رئیس جمهور تا امسال 18000 مقام و کارمند حکومت دارایی هایشان را ثبت کردند. در وبسایت اداره ثبت و بررسی دارایی ها تا عصر روز دوشنبه هیچ گونه اطلاعات درباره ثبت دارایی های مقام ها و کارمندان حکومت در سال جاری مالی دیده نمی شود. 7 روز از مهلت 3 هفته کابینه برای ثبت دارایی اعضای کابینه و اعضای شورای ملی می گذرد. اما تا اکنون اداره ثبت و بررسی دارایی ها نتوانسته اطلاعات درباره کسانی پخش کند که دارایی هایشان را ثبت نکردند. اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت پروسه ثبت دارایی ها در افغانستان غیر مؤثر و نمایشی بوده است، زیرا این پروسه نتیجه های قابل ملاحظه تا حال نداشته است و نتوانسته در جلوگیری از فساد و برگشتاندن دارایی های عامه مؤثر واقع شود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.